این جانب سعید هاشمی همراه با فارماسی انشورنس و تجربه چندین ساله که همیشه در خدمت هموطنان خیش بوده و هستم. اگر می خواهید در انشورنس بهتر با قیمت های مناسب به دست بیارید، لطفا با ما به تماس شوید. سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میشنون و یا میبینن. امروز شنبه 24 دسامبر 2011 و 3 دی ماه 1390. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم یکی دو نکته. یکی ایمیل که عزیزان میدونن ایمیلای من هک شد یکی دو هفته پیش، حدود دو هفته پیش، و تمام از بین رفت و من الان هیچ آدرس ایمیلی از عزیزان ندارم و آدرس ایمیل جدید اون زیر هست، دوتا mohewett@gmail. بنابراین این ایمیل جدیده، اگه عزیزان بخوان تماس بگیرن، چون یه سلسله از چیزهایی که برای من فرستاده میشد قبلا و واقعا هم جالب مفید و اینا الان قطع شده، امیدوارم که دوباره از سر گرفته بشه. عرض شود که به هر حال بعضی از چیزها مثل تام دیسپچ، مثل مدرسه فمینیستی و غیره و غیره، اینا الان به اصطلاح. این یه نکته. نکته دیگه اینه که به اواخر سال مسیحی داریم میرسیم و از این فرصت میخوام استفاده بکنم که به تمام هموطنان مسیحی، هموطنان مسیحی کشورمون تبریک بگم، هم کریسمس رو و هم البته سال نو که میاد به همه عزیزان به اصطلاح تبریک خواهم گفت و امیدواریم که سال بهتری باشه. ولی حالا صحبتشو میکنیم که سال 2012 تمام پیشبینی ها نشون میده که سال بهتری نخواهد بود. به هر حال حالا صحبتشو میکنیم. هر سال دلمون میخواد که سال بهتری باشه، ولی همینجوری رو به اصطلاح بدتر و بدتر شدن داره میره. حالا علت العلل این داستان چیه؟ سه شنبه آینده من فکر کردم که برنامه داشته باشیم تا اون بحثی رو که از چند هفته پیش آغاز کردم راجع به امپریالیسم و نقل قولهایی رو که آوردم به جایی برسونیمش، و هفته بعدش یعنی هفته اول ژانویه هم خود من کار دارم و میخواستم به قول معروف یه وکیشن بگیرم، اون سه شنبه رو به اصطلاح یعنی سه شنبه 3 ژانویه برنامه نخواهیم داشت. من در لس آنجلس نخواهم بود، عرض شود که، و بعدش یه حساب سرانگشتی میکنیم که ببینیم از ماه ژانویه برنامه های سه شنبه رو ادامه بدیم یا نه. عرض شود که امیدواریم که ادامه پیدا بکنه، ولی سه شنبه 3 ژانویه برنامه نخواهیم داشت، ولی سه شنبه آینده برنامه خواهیم داشت. این دوتا شنبه رو من فکر کردم که یه جمع‌بندی بکنیم از آنچه که در سال 2011 اتفاق افتاده، که سال فوق العاده پرتلاطمی بوده، یکی از پرتلاطم‌ترین سالها بوده
و با احتمال قریب به یقین در سال 2012 ادامه پیدا خواهد کرد، ولی ما یه جمع‌بندی کلی از این وقایع باید داشته باشیم برای اینکه قرن 21 در واقع می شود گفت با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش و حزب جمهوری خواه و 11 سپتامبر و آغاز جنگ علیه تروریسم، یعنی یک جنگ بی مرز و بی پایان بوده و به نوعی این و دهه اول قرن 21 به این ترتیب گذشت. دهه دومش که از 2011 آغاز شد عکس العمل با اون آغاز شده. در واقع می شود گفت برمیگرده به 2009 که جنبش سبز در ایران آغاز شد، جنبش دموکراتیک ایران آغاز شد بعد از به اصطلاح اون دزدی که از آراء مردم در ایران شد، و دنبالش از تونس، بعد مصر، بعد کشورهای دیگه منطقه، از عمان گرفته تا عربستان گرفته تا بحرین گرفته تا یمن گرفته تا اردن گرفته تا سوریه گرفته و تا لیبی، اینا همه باید باز بشه و جمع‌بندی باید از اینا بشه تا ببینیم سیاست آنچه که بهش میگن جامعه بین الملل، یعنی امریکا و یاران نزدیکش، چی بوده در قبال هر کدوم از این جنبش ها و این وقایع، و یه جمع‌بندی باید از اینها بکنیم که ببینیم رابطش با سرنوشت کشور ما چی هست. بر اینکه الان بعد از حمله به لیبی و یک سلسله وقایع که ذکر خواهم کرد، کشور ما الان در معرض خطره، نه تنها سوریه بلکه کشور ما در معرض خطره. بنابراین سرنوشت کشور ما باید تحلیل بشه که به چه سویی داره میره. حیاتیه سرنوشت شاید به اصطلاح یک قرن آینده کشورمون. بنابراین نه تنها برای ما مهمه، برای فرزندانمون مهمه. حالا این تحلیل چطور باید باشه؟ یکی از عزیزان از من انتقادی کرده که من بخشهایی از نامه ایشون رو میخونم و به نظر من واقعا انتقاد کردن یه خدمته و من از این عزیز قبل از اینکه حتی چیزشو بخونم میخوام تشکر بکنم، چون ایشون نوشته که ببخشید که من کمک مالی نمیتونم بکنم ولی انتقاداتم اینه. و به این عزیز باید میگم که شما با این انتقادی که از برنامه کردی در حقیقت کمک معنوی کردی. این نیست که فقط کمک فقط مالی نیست، کمک معنوی باید باشه. ایشون میگه که برنامهات قدری خسته کننده و پرحاشیه شده به طوری که بیننده را از درک موضوع اصلی برنامه باز می‌دارد. و بعدش دو تا مثال میزنه، یکی برنامه شنبه 17 دسامبر که به قدری آمار و ارقام داشت که چند تن از بینندگان را به اعتراض کشید. بعد میگه برنامه سه‌شنبه 20 سپتامبر همین دسامبر که به حساب سه‌شنبه نزدیک به 75% مقدمه بود و فقط 3 دقیقه به موضوع برنامه پرداخته شد. و بعد ایشون میگه که بینندگان شما در انتظار نظرتون در مورد اخبار روز جهان و ایران هم و گاه برنامه شنبه و سه شنبه به هم می آمیزه و اتفاق میفته که البته اون وقت یه چیز شخصی که احساسات شما رو از تمام کردن یک جمله باز می دارد، که درست میگه، منتها به خاطر احساسات نیست بلکه عجله دارم که وقت تموم نشه، وگرنه احساسات، خب البته هر کسی احساسات، آدم اگه احساسات نداشته باشه که هوموسپینس نیست. انسان متفکر و اندیشنده احساسات داره، منتها هر کسی به هر حال احساساتشو به شکلی نشون میده. ولی میخواستم عرض بکنم، رو اینش میخوام تکیه بکنم. اولا میخواستم به این عزیز عرض بکنم که گاهی اوقات حاشیه ها از اصل موضوع مهمترن. سه‌شنبه گذشته حاشیه‌ای که من رفتم چی بود؟ این بود که چگونه باید مطالعه کرد،
اینه که احزاب سیاسی آگاهی رو و دانش رو و از جمله دیدگاه مارکس رو چطور به اعضاشون منتقل کردن و این نوع انتقال چه اشکالاتی داشته و موقعی که احزاب به این شکل تحزب این طور آگاهی رو و از جمله دیدگاه مارکس رو از دست دوم و سوم و چهارم و به شکل خاص خودش که توسط رهبران این احزاب تعیین میشه منتقل بکنه چه اشکالاتی به وجود میاره و کل این انشعاب در انشعاب در انشعاب ها با احتمال قریب یقین در واقع یکی از دلایل اصلیش اینه. بنابراین این نکته رو من در جایی ندیدم طرح بشه که ما راه علاجی برای این باید پیدا بکنیم. باید بدونیم که چطور انسان‌های مستقل باید در واقع بگیم به وجود بیان، تربیت بشن یا هرچی. و بعد ایشون میگه که شما بینندگان شما در و برنامه چیز میشه و مفهوم کلا گاهی گفتار چنان تئوریک میشود که برنامه به کلاس کادر تبدیل میشود. تشخیص این عزیز درسته؟ بله. چه اشکالی داره که یه برنامه ای تبدیل به کلاس کادر بشه؟ حالا به عزیزان عرض میکنم که چرا؟ در واقع دشمنان بشریت میرن و از کلاس اول دانشگاه تیر میکنن کادرهاشون رو، پول بهشون میدن، کمک تحصیلی، و بعد میارنشون سالی 150 تا 200 هزار دلار بهشون میدن در اتاقهای فکری مثل عرشبت که Heritage Foundation، Hudson Foundation، این Foundation، آن Foundation، و اینا 200 هزار دلار، 300 هزار دلار بهشون میدن، در سال 2 یا 3 مقاله فقط براشون میمیسن. هزاران کادر تاپ تربیتشون میکنن. چرا ما نباید داشته باشیم؟ منتها کادرهای انسان، انسانهایی که بتونن بر پای خودشون بایستن، بتونن درست مطالعه بکنن، بتونن مستقل باشن، بتونن تئوری اطیع الله و اطیع الرسول رو کنار گذاشته باشن. افراد مطیع و سرسپرده به هیچ چیزی ایستاده بر پای خودشون باشن. حاشیه هایی که من رفتم و صحبتشو کردم در روز سه‌شنبه، خود من 3 بار این برنامه رو نگاه کردم و خسته نشدم. 3 بار خودم نگاه کردم که ببینم چی گفتم. حاشیه ها در همون برنامه من گفتم که بعضی از چیزهایی که در حاشیه نوشته ها میاد از خود متن مهمتره، برای اینکه اینا مسائلیه که به ذهن آدم میرسه و باید مطرحشون بکنه. بنابراین من میخواستم به این عزیز عرض بکنم که این حواشی مهمه. بنابراین این و بعدش ما چرا احتیاج به کادر داریم، چرا احتیاج به تئوری داریم. حالا اگر رسیدیم، این عزیز تشخیصش درست بوده که مدتی این برنامه ها لحن و متنش عوض شده. از چه زمانیه؟ از زمانیه که تجاوز ناتو و امریکا به لیبی شد و یک بخش از اونهایی که در جنبش سبز بودند تأیید کردن این جنایت رو. برای لااقل خود من این شوکی بوده، شوک تکندهندهی بوده و نشون داد این قضیه که یک بخش از همین به اصطلاح حالا بگیم نو اندیشان دینی، گاهی اوقات ملی مذهبی و یا اصلاح طلب، بخششون را عرض می کنم و بخشی از اونهایشون که به خارج اومدن، یک بار چهره ای از خودشون نشون دادن
که ما متوجه شدیم احتیاج به تئوری داریم. اینا به چه دلیل به چنین لغزش و به چنین خطای بزرگی به اصطلاح افتادن و در غلطیدن و به جنبش سبز ضربه زدن؟ چون تئوری پشتشه. تئوری که پشتشه تئوری های فردریک فون هایکه، تئوری های میلتون فریدمنه، تئوری های کارل پوپره، تئوری های ماکس وبره، تئوری هایی که از اینجاها گرفتن، تئوری هایی که برمیگرده به سال 1370 که بسیاری از اینها تربیت شدن در اون مؤسسه مطالعات استراتژیک که آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل داده بود. در اون زمان اینا در برابر ارتجاع ایستادن و جانانه هم ایستادن. منتها از چه موزه ای اینا در برابر ارتجاع قرون وسطایی سرکوبگر، دشخیم، خون آشام ایستادند و جانانه ایستادند و تبدیل به اپوزیسیون شدند و در نتیجه بخش قابل توجهی از جنبش سبز رو درست کردند و اینها کادرهایی بودند که ملت ما و شخص من و خود من عرض شود که امیدها به اینها داشتیم. متوجه نبودیم که اون تئوری هایی که در اون مؤسسه مطالعات استراتژیک، مجله کیان، مجله راه نو، نشریه شرق و غیره و غیره اینا باهاش تربیت شدن، چه تئوری هایی به خوردشون داده شد و چه ایدئولوژی در مغزشون قرار گرفت که حالا بعد از تجاوز ناتو و امریکا به لیبی یک بار میزنه بیرون و اینها جزء اونهایی میشن که خواهان دخالت بشر دوستانه یعنی حمله نظامی به ایران بشن. اینجاست که میزنه بیرون. تئوری پشت این بوده. ما احتیاج به تئوری داریم، ما احتیاج به کادر داریم. این بخش از اینها که اینطور در غلطیدند و به این چاله افتادن که امیدواریم بتونن خودشون رو بیرون بکشن، اینا چنین افرادی صلاحیت رهبری جنبش دموکراتیک ایران رو ندارن و کادرهای جایگزین احتیاج هست و کادرهای جایگزین باید مسلح به یک تئوری علمی دقیق انسانی باشن، اعتقاد هم خودشون انسانهای مستقلی باشن و هم به استقلال کشورشون اعتقاد داشته باشن. کسی که بگه امپریالیزم وجود نداره یا ماهیتش تغییر کرده و الان طرفدار آزادی و دموکراسی شده، طبیعتاً به دخالت امپریالیزم به کشور ما تن خواهد داد. اسم این رو من وطن فروشی میذارم. هر کسی میخواد از من انتقاد بکنه که تو چرا زبان اینجوری به کار میبری، وطن فروشی مگر چیه؟ اینه که کسی خواهان این باشه که هم صحه بذاره روی تجاوز امپریالیزم به لیبی و باعث کشتار عظیم یک ملت بشه، 50 تا 60 هزار نفر که بعضی از خائنین وطن فروش میگن فقط 40-50-60 نفر و از جمله خانم ایمی گودمن یا آقای هوان کول و یا اونهایی که دنبال روی اینا هستن، 20 هزار پرواز جنگی فقط 50-60 نفر کشته شدن، یک کشور رو به خاک و خون کشیدن و مشتی انسانهای وحشی و القاعده رو، طرفداران ملک ادریس رو، خائنینی رو که واقعا در دولت لیبی بودن و در اون دولت مثل مصطفی عبدالجلیل چه جنایاتی اینها کردن، یا محمود جبریل، اینا رو به قدرت رسوندن، به خاک و خون کشون. کسی که بر این چیز صحه گذاشت نمیتونه ادعای اینو بکنه که به حق حاکمیت انسانها و کشورها اعتقاد داره
به آزادی و دموکراسی اعتقاد داره، به حقوق زن اعتقاد داره. حمله به لیبی بزرگترین ضربت رو در درجه اول به زنان لیبی زده. بنابراین حالا اگر شد مثلا اخبار لیبی رو برای عزیزان عرض می کنم، ولی این طور اینها از تجاوز هم به ناتو و امریکا اینا دفاع کردن و به همین ترتیب الان به تجاوزاتی که به سوریه داره میشه و همون داستان رو میخوان پیاده بکنن، صحه گذاشتن و به طور غیر مستقیم به حمله به ایران و جزء در حقیقت جزئی از اونها شدن که دخالت بشر دوستانه رو روش صحه گذاشتن. همینطور که عرض کردم اینا هیچ بیانیه و یا اعلامیه‌ای رو اینا زیرش امضا نکردن که مخالفت با حمله نظامی امریکا به ایران بکنه. عزیزان اسامی رو نگاه بکنن و بعد ببینن که آیا اینا اعلامیه‌ای، بیانیه‌ای، اینایی که تو شورای هماهنگی هستن و یا تو سایت جرس هستن، اینا پشتش تئوری وجود داشته. تئوری‌هاشون رو اینها در دهه 1370 یا 1990 میلادی در خود ایران در همون مکاتبی که خروار خروار کتاب چاپ شد از همین نویسندگان و متفکرین دست راستی امریکایی و اروپایی که در ایران ترجمه شد. حالا انتقاد دیگه‌ای که به این برنامه میشه و بعضی از عزیزان انتقاد کردن، حالا به نوعی هم شاید این عزیز که من بخشی ازش رو خوندم، اینه که تو چرا این همه کتاب معرفی میکنی، اونم به زبان انگلیسی؟ خب این از هر 1000 نفر یه نفرشون هم اینو نه میخونن نه میگیرن نه ابتیاعش میکنن. و اینو اگر از هر 1000 نفر بیننده این برنامه یکیشون یادداشت بکنه این کتابو، ما باید کلامونو بندازیم هوا. همون یک نفر ممکنه به فکر این باشه که اینو ترجمهش بکنه، معرفیش بکنه، این کتاب گیرش بیاره، که نمونه هاش کم نیست. نمونه اون کتاب هایی که در این برنامه معرفی شده و ترجمه شدن کم نیست، اهمیت داره. دشمن خروار خروار کتاب آورده و در زمان همینطور که گفتم هاشمی رفسنجانی موقعی که رئیس جمهور بود اینا رو ترجمه کردن، مترجمین در خدمتشون بودن، پول دادن به این مترجمین، پخش کردن، انتشاراتی ها اینها رو پخش کار کردن. و ما همین جوری میگیم چرا این کتابا معرفی بشه، چرا به اساس تئوری، اصلا به تئوری چه احتیاجی داریم، فقط اخبار رو بیایید اینجا بگید و نظرتون رو راجع به این اخبار مطرح بکنید، که فرضاً این اتفاق که در عراق افتاده نظر شما چیه، اون اتفاق که در مصر افتاده نظر شما چیه، هیچ تئوری هم پشتش نباشه. احتیاج ما به تئوری داریم، احتیاج ما به کادر داریم. و در نتیجه ممکنه برای بعضی از عزیزان سنگین باشه، یه کمی مشکل باشه، ولی بینندگان متفاوتی برنامه داره. هدف ما نسل جوان ایرانه که از درون اینها کادرهای ورزیده، انسان مستقل که به استقلال کشورشون اعتقاد داشته باشن، به آزادی و دموکراسی به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشته باشن، و اونم آزادی نه قشری و فرمال، سبستانتیف، یعنی آزادی واقعی و بنیادین، و از همه مهمتر شاید کسانی باشن که به عدالت اجتماعی اعتقاد داشته باشن و نه تنها استقلال، آزادی و دموکراسی، بلکه جامعه رو به طرف عدالت اجتماعی ببرن. ما احتیاج به چنین کادرهایی داریم. بنابراین چه اشکال داره که برنامه کادرسازی هم باشه؟ این یه افتخار میتونه باشه برای من اگر چنین نقشی رو برنامه بتونه بازی بکنه. بنابراین اینها باز حاشیه است،
باز مقدمه است، باز عرصه‌ای که اخبار نیست، ولی آیا لازم نیست؟ حالا باز من میخوام برم توی تئوری برای عزیزان. تا زمانی که ما سرمایه مالی رو نشناسیم، نمیدونیم انتخابات امریکا. این عزیز از من میخواد که عرض شود که میگه که در امریکا و انتخاباتش چی میگذره، در تونس چی میگذره، در لیبی چی میگذره. چند هفته است که بعد در برنامه های شنبه کمرنگ شده اینا. درست هم ایشون عزیز، این عزیز عرض میگم درسته که کمرنگ شده، به خاطر اینکه تقلای من اینه که در پشت این تحولاتی که داره میاد و خطر داره کشور ما رو همینجوری محاصره میکنه، در پشت این چی خابیده. من همینجا میخواستم دو تا برنامه رو به عزیزان معرفی بکنم که واقعا خود من کوشش میکنم هر هفته به این برنامه ها نگاه بکنم. یکی و اینها البته برای عزیزانی که در خارج هستن، برای اینکه در این حال که این تلویزیون که بهش میگن تایم تیوی به ایران نمیره، درست ماهواره‌ایه، یعنی توسط به حساب ماهواره میشه در خارج گرفتش، ولی به ایران اینطور که معلومه نمیره. یکی برنامه آقای دکتر سهیمیه که هر پنجشنبه شب ساعت 8 اخبار ایران رو، یکی از بهترین جمع‌بندی های مهمترین اخبار ایرانه و تفسیر اخبار ایران در پایانش، برنامه ایشون سرابه و واقعا همه اخبار ایران رو جمع‌بندی میکنه، یکی از بهترین هاست و واقعا پیشنهاد میکنم عزیزان که این برنامه رو دنبال بکنن. ایشون یه پژوهشگر واقعیه و از این جهت به اصطلاح و درباره مسئله اتمی ایران و داستانش و کی پشت تمام این تبلیغات از جمله همین پنجشنبه گذشته بحث مفصلی داشتن که عرض شود که، و بعدش هم در سایت تهران بیورو ایشون به زبان انگلیسی تمام اینا رو جمع‌بندی میکنه، هر هفته به اصطلاح کل به اصطلاح اخبار ایران رو چکیدش رو اونجا میارن به زبان انگلیسی در سایت تهران بیورو که بخشی از تلویزیون پی بی اس هست. یه برنامه دیگه که اخبار اقتصادیه که دکتر شجاعتی در همین تلویزیون شبد که تایم تیوی دارن سه شنبه ها هست ساعت 8 شب که اخبار اقتصادی رو ایشون به بهترین شکل، هر دوی این عزیزان واقعا پژوهشگرهای تاپ هستن، یکی در زمینه اقتصاد و یکی در زمینه به اصطلاح اخبار سیاسی. بنابراین اینها به اصطلاح برنامه‌ای که من خود من هیچ وقت، ولی باید نوعی تقسیم کار بشه و بنابراین در پشت همه اینها یه مقدار باید تئوری هم باشه. من می‌خواستم امروز قبل از اینکه وارد تفسیر اخبار منطقه، که من وارد یه جنبندی در تونس چه گذشت، در مصر چه گذشت، در یمن، در بحرین، در عمان، در اردن، در عربستان که اصلا صداشو در نمیارن، الان توی مساجد مردم تو عربستان بس نشستن، شما ببینین اینو تو اخبار میگن در جایی هست، مردم در عربستان دارن مقاومت میکنن، اصلا کسی از کشتارها در بحران در بحرین صحبت میکنه، در یمن کشتار شب و روز و الان از شهر تعز مردم شروع کردن اومدن به طرف شهر صنعا. کجا میبینی؟ در سایت جرس اینا هست؟ ابدا. آدم باید دنبالشون بگرده، دنبال خبرها باید ما بگردیم، جستجوگر باید باشیم. کادر یعنی کسی که سوال برای خودش مطرح میکنه و دنبال اون سوال میره برای اینکه پیداش بکنه. آره ما احتیاج به کادر داریم، کادرهای ورزیده‌ای که همینطور که عرض کردم اطیع الله و اطیع الرسول نباشن، اطیع هیچ کس، به اصطلاح از هیچ کس، خودشون ایستاده بر پای خودشون و مستقل فکر بکنن، دقیق و جستجوگر باشن و ترقی‌خواه و انسانگرا باشن و طبیعت‌گرا باشن. ما چنین کادرهایی رو احتیاج داریم. ما نخواهیم دونست در تونس، مصر و سایر جاها، در ایران و در امریکا و در انتخابات امریکا چی میگذره.
مگر اینکه تفاوت بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو درک بکنی، تفاوت بین سرمایه های صنعتی و سرمایه های مالی رو درک بکنی و در نتیجه تفاوت بین سرمایه داری قرن بگیم 18 و 19 و سرمایه داری قرن 20 و 21 رو تشخیص بدیم. امکان نداره وگرنه ما درک بکنیم چرا امریکا الان چنگ و دندان به کشور ما نشون میده، چرا رفتن لیبی رو گرفتن، چرا میخوان سوریه رو درب و داغونش بکنن، چرا اسرائیل بزرگی رو میخوان درست بکنن. من اگه بیام اخبار اینا رو بگم و ندونیم که از نظر تئوریک چی پشت اینه، اینا سست‌بنیان خواهد بود. ما باید درکی از این قضیه داشته باشیم. به همین دلیل من باز میخوام وارد یه مقدار مسائل تئوریک بشم و میخواستم همینجا کتابی رو به عزیزان معرفی بکنم و بعد نقل قول وسیعی ازش بیارم که ببینیم سرمایه مالی یعنی چه و از این طریق امپریالیسم یعنی چه. کتابی رو که میخوام معرفی بکنم از نوشته عرض شود که Finance Capital نوشته رودولف هیلفردینگ. رودولف هیلفردینگ اونم پزشک بوده و عرض شود که دانشکده پزشکی دانشگاه وین رو تموم کرد، ولی بعدش مطالعه شخصی، مطالعه به حساب چیز خصوصی خودش رو به حساب اقتصاد سیاسی رو آغاز کرد و بعد از در حقیقت برجسته ترین اقتصاددان حزب سوسیال دموکرات اتریش و آلمان شد، ولی در جنگ اول جهانی هم شرکت کرد و به عنوان پزشک، البته در جنگ اول به عنوان به حساب معالجه مریض ها. بعد از جنگ موقعی که حزب سوسیال دموکرات در آلمان به قدرت رسید و بعد ما میدونیم دولت وایمار رو در آلمان تشکیل داد، وزیر دارایی شد، وزیر دارایی دولت وایمار در دو نوبت شد، ولی بعدش که ما میدونیم که به اصلا نتونستن مسائل اقتصادی را حل بکنن، هیتلر سر کار اومد و ایشون هم مطابق معمول در به در شد و تبعید شد از آلمان. ولی به هر حال همطور که عرض کردم ایشون هم در حقیقت چیز اصلیش پزشک بود، ولی به اصطلاح کتاب یه کتاب بنیانی واقعا، و اگر آدم بخواد تئوری پول رو، حالا یه مدتی به اصطلاح واقعا تئوری پول رو ما باید یاد بگیریم و باید بفهمیم که سرمایه مالی که الان در وال استریت واقعا حکومت میکنه و سمبول واقعیش دو تا بانک اصلی واقعا، یکی در امریکا که گلدمن ساکس باشه و یکی در انگلیس که بارکلی باشه، این دوتا الان در مطالعه‌ای که شده از 150,000 واقعا کمپانی، در رأس اینا چند تا بانک قرار دارن که در رأس تمام این بانک ها این دوتا قرار دارن. البته الان یه مقدار به اصطلاح هم بانک مرکزی آلمان و هم بانک مرکزی اروپا میخوان در حقیقت به نوعی دارن با اینا رقابت میکنن و به همین دلیلی که یه مقدار اختلاف هم در بینشون هست. در این کتاب یه بخشی داره راجع به این که به طور کلی باز میکنه که چطور سرمایه های صنعتی تبدیل به سرمایه های مالی میشن و در نتیجه چطور لیبرالیسم تبدیل به نئولیبرالیسم میشه. من نقل قولهایی از این میارم که ما تا زمانی که ماهیت سرمایه های مالی یعنی فایننس کپیتال رو فرا نگیریم اصلا نمیتونیم بفهمیم که در وال استریت چی میگذره و فرضاً در انتخابات امریکا تفاوت بین آقای عرض که نیوت گینگریچ یا میت رامنی یا ریک پری یا خانم بکمن یا آقای سنتورم از یک طرف، که یک مش دستراسی های از اینسان باید به بحثای اینا گوش بکنن که ملت فلسطینی اصلا وجود نداره، اینا یه چیز ساختگی هست، عرض شود که به ایران باید حتما حمله نظامی بشه، به طور کلی به اصطلاح این کارگرا اصلا چی میگن، مسئله به اصطلاح باید هم مدیکید رو برداشت، هم مدیکر رو باید برداشت، هم بودجه نظامی رو باید به اصطلاح بیشتر کرد و داستانهای اینجوری که آدم درست به یاد زمان هیتلر میفته
اینا از یک طرف، بعدش آقای ران پال رو داریم که اونم یه کنسرواتیوه، ولی اینا مسخرهش میکنن و اصلا شانسی نداره. اونم یه کنسرواتیو مال حزب جمهوری خواهه. تا زمانی که ما نفهمیم سرمایه مالی چیه، تفاوت بین اینا رو نمیتونیم بفهمیم. و بنابراین این عزیز که میگه شما از انتخابات امریکا چرا چیز نمیکنی، خب بنده بیام راجع به انتخابات امریکا چی بگم اگر من سرمایه مالی رو نشناسم و در نتیجه اگر نرم توی تئوری؟ بنابراین میخواستم من یه نقل قول از کتاب فایننس کپیتال برای آغاز بحث به این که چگونه ما باید اوضاعی رو که در 2011 به وجود اومده چطور باید تفسیر بکنیم. بورژوازی در مبارزه علیه مرکانتیلیسم، دوره مرکانتیلیسم در واقع بگیم از قرن 16 آغاز میشه تا اواسط یا اواخر قرن 18 که انقلاب صنعتی صورت میگیره. این دوره‌ایه که سرمایه های تجاری و تجار در حقیقت تفوق دارن، هم اشرافیت زمیندار، انگلیس رو دارم میگم ولی در جاهای دیگه هم کم و بیش، ولی فرق میکنه، انگلیس با جاهای دیگه فرق میکنه در این زمان، هم اشرافیت زمیندار قدرت داره و هم سرمایه های تجاری مثل شرکت هند شرقی که واقعا حکمران واقعا انگلیسه، برای اینکه دربار انگلیس هم از زمان خانم به اصطلاح ملکه الیزابت از سهامداران اصلی به اصطلاح که بعدش هم از سهامداران هم به اصطلاح هند شرقی هم و هم از سهامداران اصلی بانک انگلیس هم. حالا چطور این ثروت ها رو در اثر دزدی دریایی کپتن کوک به دست آوردن بماند، ولی به هر حال سرمایه های تجاری واقعا تفوق دارن در دوره مرکانتیلیسم. مرکانتیلیسم یعنی تجاری واقعا به اصطلاح مرچنت یا به اصطلاح. بنابراین این دوره ایه که به اصطلاح و دوره مرکانتیلیسم تئوریسین های خاص خودشو هم داره که نظرشون اینه که هرچه بیشتر باید صادر کرد، کمتر باید وارد کرد و باید هرچه بیشتر طلا جمع کرد و غیره و غیره، ولی سرمایه های تجاری و نه صنعتی تفوق دارن و اشرافیت زمیندار. همینطور که عرض کردم در 1844-46 که تازه سرمایه های صنعتی، یعنی در حدود 50-60 سال بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره، تازه سرمایه های صنعتی تفوق پیدا میکنن، یعنی در مجلس عوام انگلیس رأی اکثریت رو به دست میارن و در نتیجه اون قوانین انحصاری، هم انحصار کشتیرانی و هم انحصار ورود غله رو لغو میکنن. بنابراین بورژوازی، منظورش اینجا بورژوازی صنعتی، در مبارزه علیه مرکانتیلیسم اقتصادی و استبداد سیاسی قهرمان مخالفت با دولت بود. لیبرالیسم در واقع نیروی مخرب در راه براندازی قدرت دولتی و انحلال پیوندهای اجتماعی کهن بود. حالا عزیزان دقت بکنن که لیبرالیسم یعنی چه. پدر این لیبرالیسم جان لاک هستش، در واقع همه قبولش دارن، که خواهان کمترین دخالت دولت در امور اقتصادی هم و خواهان آزادی تجارت و آزادی بورژوازی برای کسب و کار و به اصطلاح پیشرفتن لیبرال ها، و در نتیجه دشمن دولتن و میخوان که کمترین دخالت رو دولت در امور داشته باشه. فقط چه وظایفی؟ بنابراین بورژوازی صنعتی مهمترین نقش رو در براندازی قدرت دولتی و انحلال پیوندهای کل سیستم عرض شود که حالا پیروزی لیبرالیسم در درجه اول به معنای کاهش عظیم قدرت دولت بود. من بقیهش رو چیزم برای اینکه وقت گیره، ولی حالا این چکیده اون چیزی که لیبرال ها هستن که الان
در انتخابات امریکا به نوعی ران پال نمایندگی میکنه این رو. از نظر به اساس سیاست های داخلی ران پال بسیار آدم مرتجعیه، چه از نظر مدیکید، چه از نظر مدیکر، چه از نظر یعنی خواهان تجارت آزاد و اینه که به هیچ وجه به کارگران نباید کمک بشه، به اصطلاح باید با کمترین مزد، ولی به هیچ وجه نمیخواد که دولت انقدر بزرگ باشه و بره در کشورهای دیگه اینطور به اصطلاح کشورهای دیگه رو اشغال بکنه. باید به مسائل داخلی برسه، یعنی اقتصاد داخلی رو باید رشد بده و بذاره که سرمایه داری در همین جا به چه دلیل باید به چین ببره و غیره و غیره. در حالی که اونهایی که سرسپرده های بانک ها به وال استریت هستن، اینا ناسیونالیست نیستن، انترناسیونالیستن، یعنی اعتقاد به سلطه بر جهان دارن. ران پال اینطور نیست. بنابراین اگه ما بخوایم انتخابات امریکا رو ببینیم چی از توش میگذره، باید این اصول رو بدونیم که فرق لیبرالیسم و نئولیبرالیسم چیه، فرق بین سرمایه های صنعتی و سرمایه های مالی چیه. احتیاج این به تئوری داره. ولی حالا این چه ارتباطی با ما و سرنوشت کشور ما پیدا میکنه؟ حالا ایدئولوژی سرمایه های مالی چیه؟ این ایدئولوژی کاملا با ایدئولوژی لیبرالیسم در تضاده. سرمایه مالی خواهان آزادی نیست، بلکه خواهان سلطه است. عزیزان دقت بکنن که اگه ما صحبت از امپریالیسم میکنیم، یه پدیده ای نیست که بی بنیان باشه، تقصیر کسی باشه، یا مثلا این یا آن رو ما یا حزب دموکرات یا جمهوری خواه رو ما بخوایم محکوم بکنیم. در ذات نظام سرمایه داریه که فرضاً حتی تا بگیم کل قرن 19 نظام سرمایه داری قادر بوده مسائلش رو از طریق مکانیزم‌های درونیش حل بکنه، که مکانیزم‌های درونیش بسیار چیزهای جالب و ترقی‌خواهی بوده. یکی رقابت، که رقابت واقعاً باعث شکوفایی نظام سرمایه‌داری شده و در نتیجه باعث ابداعات، اختراعات، نوآوری‌ها، تمام این چیزایی مثل تلفن و تلگراف و اتومبیل و راه آهن و تمام این چیزا رو چی به وجود آورده؟ رقابت. و از این طریق همیشه مسائلش رو حل کرده. به اواخر قرن 19 که میرسیم تمام میشه این. یعنی رقابت باعث میشه که نرخ سود سرمایه ها پایین بیفته. من تاریخ اینا رو در جلسات قبل برای عزیزان گفتم. یعنی قدرت خرید فرضاً در خود انگلیس به اندازه کافی نیست و اینها دو عمل باید انجام بدن. یک، رقابت رو باید از بین ببرن و تمرکز و تراکم سرمایه باید به وجود بیارن و در نتیجه انحصارات یعنی مونوپولی و یا اولیگوپولی باید به وجود بیارن. نکته بسیار پر اهمیته. ناچارن سرمایه دارن این کار رو بکنن. این یک. بنابراین به وجود اومده مونوپولی ها یا انحصارات و یا اولیگوپولی ها، یعنی در حقیقت در هر رشته از تولید یک یا چند کورپوریشن یا شرکت نقش داشته باشن. نقش دوم عبارت از اینه که باید توسعه طلبیه، چون بازار به اندازه کافی ندارن و در نتیجه باید برن کشورهای دیگر رو اشغال بکنن برای اینکه بازار برای فروش اجناسشون. عرض شد که کشوری رو که در افریقا گرفتن، عجیبی که الان یک دفعه به حساب اسمش یادم رفت ولی یادم خواهد اومد، این در بازارهای لندن، در کوچه خیابانهای لندن، من اینو قبلا چیز کردم، راه میره و میره کلی بیکار توی لندن وجود داره، در این حال که کارخانجات قدرت تولید عظیمی هم دارن و میگه که این مردم فقیر نمیتونن جنسای ما رو بخرن.
ما باید بریم و به اصطلاح به جاهای دیگه اینا رو بفروشیم. دلیلش چی بوده که در 1885 در برلین کنفرانسی تشکیل میدن و چند کشور اروپایی همینطور که عرض کردم بارها افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن و اون وقت ببینید چه بر سر افریقا، همین بلژیک چه بر سر کنگو میاره، ایتالیا چه بر سر اتیوپی و لیبی میاره، آلمان چه بر سر تانگانیکا میاره، انگلیس چه بر سر افریقای جنوبی و عرض شود که این بخش های دیگه عظیمی هست، فرانسه چه بر سر بخش غربی و افریقا میاره. بین خودشون اینا رو تقسیم میکنن چون احتیاج به بازار دارن. جزء ذات سرمایه داریه، امپریالیزم جزء ذات سرمایه داریه. سرمایه مالی از آنارشیز، از آنارشی رقابت نفرت دارد. دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه به حساب نرخ سود رو پایین میندازه و خواهان تشکیلات و سازماندهی منسجمه. اما البته برای اثرگیری رقابت در سطحی باز هم بالاتر، رقابت هست منتها در سطح بسیار بسیار بالاتری، نه بین کارخانه های کوچیک که اون موقع در قرن 19 بوده، در سطح جهانی بین اینا دوباره رقابت. اما برای رسیدن به این اهداف و برای حفظ پیشبرد موقعیت خود، حالا اینجاش اهمیت داره، به دولت نیاز دارد، به دولت نیاز دارد. چرا؟ انگلیس اگر بخواد بره افریقا رو بگیره به نیروی دریایی احتیاج داره، به سرباز احتیاج داره، برای اینکه باید مردم رو که مقاومت میکنن کشتار بکنه. جنگ بوئرها چطور بود در 1902؟ کشتار باید بکنن، برای من این احتیاج به دولت داره. حالا عزیزان دقت بکنن، سرمایه های صنعتی قبل از اینکه این اتفاقات بیفته سخت مخالف دولت بود و فقط در مواقع خاصی که میخواست کارگرها رو سرکوب بکنه احتیاج به دولت داشت. ولی سرمایه مالی برای توسعه طلبیش در سطح جهانی احتیاج مبرم به دولت داره. این اولین تفاوت بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، بین سرمایه های صنعتی و در حال رقابت و سرمایه های انحصاری و سرمایه مالی. احتیاج به دولت داره و دولت قدرتمند. و چه دروغگوهای اینا هستن که میگن ما مخالف به اصطلاح دولت بزرگ هستیم. در زمان ریگان رو نگاه کنید، موقعی که این همه میگفت، اصلا با این شعار اومد سر کار ریگان که ما دولت رو باید هرچه کوچکترش بکنیم. در زمان اون فقط در زمان اون بین 2 تا 3 تریلیون دلار به بودجه دولت اضافه شد، یعنی قرض امریکا بالا رفت. به خاطر اینکه اینا موقعی که میگن دولت باید کوچک بشه، یعنی بخش اجتماعیش باید کوچک بشه، وزارت آموزشش، وزارت پرورشش، وزارت کشاورزیش، وزارت تمام اون چیزایی که عام المنفعن، اینا رو باید کوچک بکنه. ولی دستگاه‌های نظامی امنیتی چی؟ به طور عجیبی باید بالا برن. اینم یه نکته دیگه است. تا بازار داخلیش رو، حالا چرا به دولت احتیاج داره؟ یک، برای بستن تعرفه های گمرکی علیه دیگران در بازار داخلی از طریق تعرفه های حمایتی تضمین بکنه و تسخیر بازارهای خارجی باید از طریق دولت قدرتمند صورت بگیره. بنابراین سرمایه مالی فرق میکنه با سرمایه صنعتی. یعنی سرمایه صنعتی که عرض میکنن، سرمایه صنعتی رقابتی که در فرزن اواخر قرن 18 وجود داشته و تمام قرن 19، حدوداً تمام قرن 19، بگیم تا سالهای دهه 1870، سرمایه مالی به دولتی از نظر سیاسی قدرتمند نیاز داره. من الان اخبار امریکا رو برای عزیزان خواهم خوند که آخرین قانونی که گذروندن، که قانون اساسی امریکا رو لگد مال میکنه به طور کامل و حق میده به رئیس جمهور و دولت قدرتمند یعنی کاخ سفید که هر کسی رو که تشخیص بده که تروریسته، که حالا تعریف تروریست رو برای عزیزان خواهم خوند، امیدوارم که وقت باشه
یعنی در حقیقت هر امریکایی رو، از جمله همینایی که به اصطلاح اومدن و جنبش اشغال وال استریت رو، اینا رو میگن تروریست. ما اینها رو نه پلیس، ارتش امریکا حق دستگیریشون داره، حق انداختن زندان بدون وکیل، بدون محاکمه، بدون اتهام تا آخر عمر. ممکن عزیزان تعجب کنن، ولی قانونی که الان کنگره گذروند، آقای لوین و آقای مکین، و این قانون لوین مکین و الان رفته در کاخ سفید و یا دیروز امضاش کرده و یا امروز امضاش خواهد کرد، امضاش کرده فکر میکنم همین دیروز، هر امریکایی، برای اینکه میخواستن بگن که امریکایی‌ها این شاملشون نشه، گفتن نه، حقیه. بنابراین سرمایه های مالی یعنی وال استریت احتیاج به دولت قدرتمند داره، دولتی که به منافع متضاد دولت های دیگر از نظر سیاست های اقتصادی بی اعتنا باشه، به منافع چین، به منافع روسیه، به منافع فرانسه، به منافع آلمان، به فقط به اصلا منافع خوده کورپوریشن های فقط خود امریکایی، به منافع اقتصادی دیگران باید بی اعتنا باشه. حالا بگذاریم که به ایران و سوریه و لیبی و امثال و امثال هم ماهی های بزرگ رو دارم عرض میکنم، بی تفاوت باید باشه. به دولت قدرتمندی نیاز داره که منافع سرمایه های مالی رو در خارج محافظت کنن، نه تنها به اساس سرمایه های مالی رو، بلکه با هواپیماهای F-15 و F-16 راه رو برای باز شدن رستوران های مکدونالد باز بکنه. عزیزان مراجعه بکنن به مقاله معروف تاماس فریدمن که میگه اگر مکدونالد بخواد در کشوری وارد بشه، احتیاج به کارخانه مکدونالد داگلس داره. کارخانه مکدونالد داگلس چی میساخت؟ که الان با ریتیان یکی، با چیز یکی شده. هواپیماهای F-15 و F-16 رو میساخت. و بعدش میگه که با مشت آهنین ما باید وارد این کشورها بشیم. برای مکدونالد، برای فقط همین رستوران هاشون، حالا نه تنها بانک هاشون، برای ورود عرشبت که مایکروسافت، برای ورود عرشبت که سایر شرکت هاشون، مثلا چیز انحصاریشون، و با استفاده از قدرت سیاسی خود پیمانکاری ها و قراردادهای پرسودی با دولت های کوچکتر به نفع اونها ببندن. من اینا رو در بعضی از مقالاتم آوردم که چطور در هند میخواستن یه سد عظیم بسازن و یک برنامه به اصطلاح تولید الکتریسیته فوق‌العاده عظیم، که اروندهتی روی خیلی راجع به این قضیه صحبت کرده که چه لطماتی به طبیعت هند میزنه. شرکت‌های فرانسوی رو دولت هند ازشون چیز کرده بود. وزیر اقتصاد آقای کلینتون سوار هواپیما شد و رفت هند، از شرکت‌های فرانسوی اینا رو گرفت و داد به شرکت ارشوت، که شرکتی که بعداً به اصطلاح ورشکست شد، انران، از شرکت فرانسوی گرفت به زور، دولت هند مجبور شد و دادش به شرکت انران که الان شرکت انرانی وجود نداره. بنابراین شما سرمایه های مالی و سرمایه هایی که به این شکلن، سرمایه های انحصاری، احتیاج به دولت قدرتمند دارن که برن و اعمال زور بکنن. و بالاخره سرمایه مالی نیاز به دولتی به اندازه قدرت، به اندازه کافی قدرتمند نیاز دارد که سیاست توسعه طلبی و تسخیر مستعمرات جدیدی را دنبال بکنه. همینطور که عرض کردم، این از اواخر قرن 19 آغاز شده و هنوز ادامه داره. دهه 1960-70 این تسخیرهای نظامی تبدیل به کودتاها شد و یه مدت فروکش کرد و از اوائل در حقیقت دهه 1000 و عرشبت که 2000 دوباره آغاز شده اشغالهای نظامی، یعنی برگشت به دوران در حقیقت اشغال مستقیم نظامی شده. لیبرالیسم مخالف سیاست قدرت نمایی بین المللی بود. الان ران پال فرزن مخالف قدرت نمایی، نه تنها ران پال، بلکه عرشبت که پال کریگ رابرتس،
اینا کنسرواتیو های امریکا هستن و نئو کنسرواتیو نیستن، کنسرواتیو هستن، یعنی محافظه‌کارهای ناسیونالیست هستن. پال کریگ رابرتس که معاون وزارت خزانه داری ارشد در زمان ریگان بوده، لیندن لاروش، عزیزان شاید اسمش رو شنیده باشن، که کلی به اصلا هارتوپورت میکنه به عنوان یه آدم ترقیخا، از اونایی بوده که فوق‌العاده آدم کنسرواتیویه ولی مخالف با سیاست‌های نئوکنسرواتیو هاست. عرض که و یا پت بوکنن که یه زمانی به اصطلاح با دولت ریگان اونم کار می، همه اینها کنسرواتیو هایی هستن که مثل ران پال هستن، ولی الان نئوکنسرواتیو ها اینا رو به باد مسخره میگیرن، مثلا بهشون میگن به اصطلاح. بنابراین اکثریت اونهایی که الان کاندیداهای ریاست جمهوری در از حزب جمهوری خواه هستن، تمام نمایندگان هارترین نوع سرمایه های مالی هستن، بنابراین لیبرال نیستن، نئولیبرال هستن. و علیه نیروهای کهن و اشرافیت دیوانساله از طریق کوتاه کردن دست هرچه از قدرت دولتی بود لیبرالیست، در حالی که سرمایه مالی خواهان حد اکثر قدرت نمایی بین المللی برای تأمین سلطه بر بیشترین بازارها از طریق کاربرد قدرت نظامیه. موقع که ما صحبت از امپریالیسم میکنیم، ما فکر نکنیم بعضی از عزیزانی که در مدرسه فمینیستی بودن مقالاتی نوشتن که آره این فقط یه چیز کلاسیک مال چپ هاست. آخه این عزیزان رو باید گفت اولا کسی که حتی قبل از رودولف هیلفردینگ این کتاب رو 1910 نوشته و پیشبینی جنگ اول جهانی رو هم میکنه، میگه به حساب تضادها داره بالا میگیره، ولی قبل از رودولف هیلفردینگ که البته این چپ بوده، ولی کسی که یکی از اولین کسانی که لغت امپریالیزم رو به کار میبره، در واقع در نوشته های مارکس و انگلز تقریبا ما امپریالیزم رو و این لغت و این اصطلاح رو نمیبینیم به ندرت، مگر اینکه در نوشته های آخرش انگلز آورده باشه، ولی اولین کسی که کتاب راجع تحت عنوان امپریالیزم می‌نویسه جان هابسون هستش که خودش یه لیبرال انگلیسیه. این عزیزان باید بدونن که این مسئله امپریالیزم و اصطلاحش و مفهومش و پدیدش ساخته و پرداخته چپ ها نیست، که بعدش لنین از کتاب جان هابسون کلی استفاده میکنه و از کتاب به اصطلاح فایننس کپیتال مال رودولف هیلفردینگ استفاده میکنه که کتاب امپریالیزمشو مینویسه. این عزیزان باید تاریخشون رو بخونن و بعد نظام سرمایه داری رو باید برن و مطالعه بکنن که بفهمن تفاوت بین سرمایه صنعتی و سرمایه، اصلا سرمایه مالی یعنی چه، فایننس کپیتال، و الان در وال استریت چی داره میگذره، اصلا سرمایه مالی یعنی چه. طرفداری سرمایه مالی از سیاست توسعه طلبی کل جهان بینی بورژوازی رو مبنی بر صلح دوستی، انسان دوستی رو زیر رو میکنه. اصلا دیگه عزیزان من یاداوری بکنم که واقعا در ابتدای سرمایه داری، اینا رو چند بار من مطرح کردم، موقعی که هگل، این زمانیه که هنوز در یه دبیرستان واقعا حالا یا مدیر یا درس میده و هنوز خود هگل از چپهای بریده معروفه به نظر من، واقعا زمانی که در اوائل قرن 19 کتاب پدیده شناسی روحش رو می‌نویسه و کتاب علم منطقش رو می‌نویسه، هنوز معلم یه دبیرستانه توی شهر ینا. ینا چون یه شهر واقعا تاریخی در آلمان، هم شهریه که جنگ معروف ناپلئون آلمان رو شکست میده، هم جاییه که هگل در اونجا درس میداده و کتابای معروفش رو نوشته، و هم جاییه که مارکس از اونجا تز دکتراش رو در حقیقت از اونجا میگیره، برای اینکه درسش رو تو دانشگاه برلین خونده بود ولی تصدیق دکتراش رو، یعنی در حقیقت پی اچ دیش رو، از دانشگاه ینا میگیره. منظور در اون زمان هگل که اونجا نشسته و کتاب پدیده شناسی روح و عرض شود که علم منطقش رو مینویسه، چه تجلیلی از نظام سرمایه داری میکنه.
و چه آینده درخشانی رو میبینه. و من باز عرض کردم که در همین